با این وضعیت ارزی اقتصادی دلاری که میبینن که جدا ماشاءالله ایشالله داره، و خب بالاخره آقای ترامپ هم راه افتاده دور دنیا، دوره افتاده که نفت ایران نخرین، یعنی نه فقط خودش میخواد نخره بلکه زورچپون هم بکنه دیگران هم نخرن، قانون جنگله دیگه. بعد تو این وضعیتی که دیگه یعنی دشمنان ایران از هیچ کاری فروگذار نکردن، به خصوص این محور شرارت اسرائیل عربستان آمریکا در ایران، ما الان مشکلات ما دیگه یک نمیدونم دختران اینستاگرامی رو فلان کنن و نمیدونم حکم 20 سال بره اون یکی که نمیدونم رو سرش در آورده بدن، خلاصه میگم یعنی خیلی اوضاع جالب انگیزه. حالا در همین وضعیت الان با دلار 3900 تومانی میخوان حاجی بفرستن به مکه، یعنی شما ببینید واقعا ما در کجا داریم زندگی میکنیم. اولا که حاجی از قدیم کسی بود که مستطیع شده باشه، یعنی بالاخره کسی دستش به دهنش برسه، دستش به دهن خودش برسه نه دستش به دهن ما برسه ها، خب و ایشالله به همون منوال دستش هم به جیب خودش بره نه باز دستش به جیب ما بره. خب آقای دولت، آقای حکومت، شما الان با چه عقل و شعور و فهمی داری کارو میکنی؟ ای اولا که خب بالاخره مردم حق دارن دیگه، حالا یکی سالها اعتقاد داشته مخواسته بره کاری به کاری نداره، پولش هم ریخته، بالاخره بر او حرجی نیست، ولی بر شما حرجه. بالاخره یک حکومت باید یه قد عقل و فهم و شعور داشته باشه که الان اولا اصلا حاجی نفرستین، به چی میفرستین؟ مگه در او دوره‌ای که اینا حاجی ها رو قتل عام کردن و بنیانگذار همین جمهوری اسلامی گفت ما اگر از رژیم صهیونیستی و آمریکا و فلان بگذریم از آل سعود نمیگذریم، مگه حجر تعطیلش نکردین؟ الان که از اون وضعیت بدتره، شما ببینین با سوء مدیریتش اگه نگم قصدی در کار بوده 700 تا حاجی زدن کشتن، یک عذرخواهی نکردن. بعد به پسر بچه ها و اینا در فرودگاهش دستمالی کردن که دیگه خودش هم قبول کردن، هیچ کاری نیست که علیه ایران و ایرانی انجام نداده باشن. حالا علیه ما هیچی، شما که موجود شما نمیزد، شما هم خود تو همین اسناد ویکیلیکس نخوندین که اینا نامه نوشتن به آمریکا که بیا از پایگاه ما استفاده کن، حمله کن به ایران و اینا، یعنی شما به فکر براندازی خودت هم نیستن. این واقعا که این ما باید به فکر شما باشه، مثل این سهمی ها هست که طرف مثلا دانشگاه که نمیتونه بره، درس که نمیتونه بخونه، سربازی که نمیتونه بره، کارم ما باید بریم برش پیدا بکنیم. شما یعنی هیچی از این کارا نمیفهمی، شما الان داری ارز خارج میکنی، بعد ارز زیر قیمت تقریبا چه میدونم به نصف قیمت بازار آزاد داریم میریزی تو جیب حاجی که خودش بالاخره حاجی میخواد بشه، خب بعد میفرستی به کشوری که عملا دشمن ماست، یعنی استثنان هم دشمن ملت ماست هم دشمن دولت ماست، و اونجا هزار کار و بلا و نمیدونم بی احترامی و اینا باشه، بعد این پول هم عملا بره یا جنگ تبلیغاتی و سلاح و اینا بشه علیه خود ما، یا مثلا در بهترین حالتش علیه نمیدونم آوارگان بدبخت یمن که مثلا بمب فسفوری از آمریکا و انگلیس بگیره این پولا رو بده به اونا بریزه رو سر اونا، یعنی دیگه از هر چی سگ نجستر واقعا همین پوله دیگه. خب الان بعد شما در این موقعیت هم داری کارو میکنی، در موقعیت های عادیش هم به فتوای خود ما حرام بودی کارا دیگه، الان در این موقع بعد شما واقعا میخوای ما رو دیوانه کنی؟ نگاه کن همه اینا هیچی. بعد شما اگه اینقدر کشت مردی سعودی هستی بری چی به سفارتش حمله میکنی؟ یعنی این کاری که دیگه هر بیشعوری هم میفهمه که کار بدیه. خب در حالی در همون دورانی که این رژیم برای کشته شدن چند صد حاجی به دنیا باید جواب پس بده، باید به دادگاه کشیده بشه، نمیدونم هیچ جرم و جنایتی نیست که در کشورهای همسایه انجام نداده باشه، در همچی وضعیتی شما که این قراره بره پاسخگو بشه میای دو تا کوکتل مولوتوف ارازل و اوباش نمیگی بندازن، یعنی هم دولت و وزارت امور خارجه و مردم و مسائل دیپلماتیک همه رو تحت تاثیر قرار میدی که یک راه فراری برای اینا پیدا کن. یعنی شما بالاخره با این دشمنی، با این دوستی، خودت دیوانه‌ای، ما رو میخوای دیوانه کنی، یه تکلیف مشخص کن، یعنی خیر سلام حداقل خودت بفهم آجی ملف علی والا خیر سلام ما که دیگه قربونش برم و اینا. اینه که ما فکر میکنم واقعا حاجی های عزیز که جدا هر کدوم ایشالله بر اساس نیتش و حلال بودی و اینا با همه مقدمات میخوان برن اونجا، بیان یک کاری بکنن، بیان حالا که شعور اینا نمیرسه خودشا نرن، خودشا این پول رو خرج محروما کنن، هم قربرشا نمیدونم اگه کسی نیازمندی است اینا، بالاخره همین پول رو شما وارد سعودی نکنه خودش خیلی ثوابه. اینا ما دارم فتوا میدم، فتوای ما فتوا علکی ها نیست، ما از تاجرای شکر و لاستیک نیستم، من فتوا میدم درست فتوا میدم. بیان اینجوری کن اگر هم واقعا مثلا
الحمدلله واسه که خوبه دیگه، نیازمندی چیز پیدا نکنه. ما فکر کنم بیان همه پولات رو بزنیم رو هم دیگه، یک بیمارستان روانی بزرگ بسازه که در او بیمارستان یا اینا رو بستری کنن و شفا بدن اگر واقعا قابل شفا که بعید میدونم، یا ماره یا دست کم مره، افرادی مثل مره که دست اینا دیوانه رفتن بستری کنن که انشالله دیگه ما فهم کنم از 100 تا ثواب حج هم بیشتر باشه.